خب با عرض سلام و احترام، فصل جدید رو آغاز میکنیم که در خصوص ویژگی های محلول ها هستش. خب تعریف محلول رو اگه بخوایم به طور خلاصه بگیم، مخلوط، نوعی مخلوط همگن هستش و بر حسب اینکه فاز این مخلوط چی باشه، جامد باشه، مایع باشه و یا گاز باشه، منابع مختلفی تقسیم میشه. وقتی ما در شیمی صحبت از محلول میکنیم، معمولا محلول های مایع مد نظر ما هست، با بقیه انواع محلول ها چندان سر و کاری نداریم. در داخل یک محلول معمولا یک جزء با مقدار کمتر و یک جزء با مقدار بیشتر یا چند جزء با مقدار بیشتر حضور داره. معمولا جزئی رو که مقدارش بیشتره بهش میگیم حلال، سالونت، و جزئی رو که جزء یا اجزایی که مقادیرشون کمتر است و استنام بهش میگیم حل شده. اون مقدار نهایی و ماکسیمومی که یک حلال در یک دمای مشخص میتونه از ماده حل شونده یا حل شده در خودش بپذیره رو استنام بهش میگیم انحلال پذیری اون ماده. پارامتر انحلال پذیری تا حد زیادی تابع خصوصیات حلال، خصوصیات حل شونده و همچنین بعضی ویژگی های محیطی نظیر دمای محیط هستش. بر حسب اینکه از مرز انحلال پذیری یک ماده گذشته باشیم یا نگذشته باشیم، انواع محلول های سیر نشده، سیر شده و فراسیر شده رو خواهیم داشت. محلول های سیر نشده طبیعتاً اون دسته از محلول هایی هستن که غلظت یا مقدار ماده حل شده هنوز به اون حد انحلال پذیری، حد نهایی انحلال پذیری خودش نرسیده، یعنی هنوز حلال جا برای پذیرش ماده حل شونده داره. اینها میشه محلول های سیر نشده. اگر به اون مرز نهایی و ماکسیموم ظرفیت حلال برای پذیرش ماده حل شونده برسیم، محلول سیر شده یا محلول اشباع شده رو خواهیم داشت. و اگر از این مرز عبور کنیم، یعنی مقداری بیش از ظرفیت انحلال پذیری در حلال حل بشه، محلول های فراسیر شده رو خواهیم داشت. محلول های فراسیر شده معمولا با گرم کردن محلول های سیر شده، انحلال اضافی ماده حل شونده و بعد سرد شدن اونها به دست میان. خب اینجا بعضی از کلماتی که به کار بردیم رو در این متن معادل انگلیسیشون هم اومده مرور کنید. انواع محلول ها رو بر حسب جامد، مایع، گاز تقسیم بندی و مثال های از اونها در اینجا آورده شده. چرا بعضی از مواد در هم حل میشن و تشکیل محلول میدن و بعضی از مواد حل نمیشن و تشکیل فازهای جدا میدن؟ یک قاعده بسیار ساده ای داره. اگر خاطرتون باشه در درس های قبلی ما درباره نیروهای بین مولکولی صحبت کردیم. نیروهای بین مولکولی تا حد زیادی تعیین کننده این هستن که چه موادی در هم حل میشن، اصطلاحا میگیم امتزاج پذیرن، و چه موادی در هم حل نمیشن. اون قاعده و قانونی هم که تعیین میکنه چه موادی در هم حل بشن بسیار ساده هستش. اصطلاحا میگیم همجنس همجنس رو حل میکنه، یعنی جنس نیروهای بین مولکولی باید یکسان باشه. یک ماده قطبی در یک ماده قطبی حل میشه و یک ماده غیر قطبی در یک حلال غیر قطبی حل میشه، که به طور محاوره‌ای بعضا مثلا میگیم مواد غیر قطبی در مواد چربی دوست حل میشن، مواد قطبی در مواد در حلال های قطبی یا آب دوست حل میشن. که این بحث چربی دوستی و آب دوستی هم به نوعی اشاره به همون نیروهای بین مولکولی ذرات داره. طبیعتا ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم یک ماده مثل تتراکلورید کربن که کاملا غیر قطبی هست در یک حلال بسیار قطبی مثل آب حل بشه. برای تتراکلورید کربن باید دنبال یک حلال غیر قطبی نظیر خودش گشت. خب قطبی بودن آب باعث میشه که علاوه بر اینکه مولکول های قطبی رو در خودش حل میکنه، بتونه شبکه بلور جامدات یونی رو هم به نوعی متلاشی کنه و یونها رو هم در خودش حل بکنه. اینجا به عنوان مثال برهم کنش مولکول های آب با
با بلورهای نمکی تمام نشون داده شده که میبینید میتونه یونها رو از این شبکه بکنه و اصطلاحاً توسط خودش هیدراته یا آب پوشیده بکنه. خب فرایند هیدراسیون یا آب پوشیده شدن یونها رو در اینجا توضیح دادم که به چه شکلی هستش. مولکول های آب چون مولکول های قطبی هستند، یک سر مثبت از سمت هیدروژن و یک سر منفی از سمت اکسیژن دارن، هم میتونن یون های مثبت رو هیدراته کنن، هم میتونن یون های منفی رو هیدراته کنن. اینجا به عنوان مثال هیدراته شدن مولکول یون سولفات نشون داده شده. یون سولفات هستش، یون سولفات که از سمت، چون یون سولفات داره بار منفی هستش، از سمت اچ های مولکول های آب که بار جزئی مثبت دارن احاطه میشه و همچنین اینجا هیدراته شدن یون بریلیوم نشون داده شده. بریلیوم رو دوباره مثبت میبینید از سمت اتم های اکسیژن، اکسیژن مولکول آب که بار جزئی منفی دارن احاطه شده. خب این فرایند آب پوشیده شدن خودش یک آنتالپی و یک انرژی براش میشه گزارش کرد و ببینید مقدار آنتالپی آبپوشی، مقدار آنتالپی آبپوشی نشانه قدرت جاذبه بین یونها و مولکولهای آب پوشاننده آنها هستش. در مورد ترکیبات جامد بلوری فرایند آبپوشی رو میشه در واقع حاصل جمع این دوتا فرایند در نظر گرفت، یعنی متلاشی شدن انرژی شبکه بلور و خود فرایند آبپوشی. به عنوان مثال اینجا انرژی شبکه بلور و انرژی آبپوشی از فاز گازی یونهای پتاسیم مثبت و کلرید منفی داده شده و در نهایت انرژی آبپوشیشون هم در اینجا محاسبه شده که چقدره. همونطور که میبینید این انرژی آبپوشی برای کاسیل مثبت هستش، یعنی گرماگیر هستش، یعنی انحلال کاسیل که یک نمک شبیه به نمک تمام در داخل محیط آبی یک فرایند گرماگیر هست، باید گرما رو از محیط جذب کنه تا بتونه در آب حل بشه. خب در فرایند انحلال پذیری و تشکیل محلول ها پارامترهای محیطی هم بسیار مؤثر هستند. دو پارامتر محیطی مؤثر دما و فشار هستش. فشار در انحلال جامدات در داخل حلال ها که البته عمدتا آب مد نظر ما هست آنچنان مؤثر نیست. فشار بیشتر در انحلال گاز ها مؤثره. در این کادر پایین هم توضیح داده شده که در واقع فشار، افزایش فشار تقریبا باعث افزایش انحلال پذیری همه گاز ها میشه. افزایش دما هم در انحلال پذیری گازها مؤثره، هم در انحلال پذیری جامدات مؤثره. معمولا افزایش دما باعث افزایش انحلال پذیری جامدات میشه، ولی باز بستگی داره به گرماگیر بودن یا گرماده بودن واکنش انحلال. در مورد گازها تقریبا همه گازها با افزایش دما انحلال پذیری گازها کاهش پیدا میکنه که با توجه به افزایش انرژی جنبشی مولکول های گاز خب قابل تفسیر هستش. هرچقدر دما افزایش پیدا کنه جنبش مولکولی مولکول های گاز افزایش پیدا میکنه و دیگه نمیتونن در فاز مایع دوام بیارن، ترجیح میدن به فاز گازی منتقل بشن. یک رابطه تجربی وجود داره به نام قانون هنری که میاد فشار گاز رو در یک دمای معین ربطش میده به غلظت گاز در فاز مایع که بهش به این شکل این رابطه نوشته میشه. پی جی فشار گاز هستش، کی جی ثابت هنری اصطلاحاً بهش گفته میشه، برای هر گاز متفاوته، و سی جی غلظت گاز در دمای معین در فاز محلول هستش. خب همونطور که میبینید یک رابطه نسبتاً خطی با هم دارن، یعنی هر چقدر غلظت در فاز محلول بیشتر باشه فشار اون گاز هم
در اون دمای معین بیشتر خواهد بود. خب البته باید با قانون هنری یه مسئله حل بشه تا مسئله روشن بشه. جایی که مثالی از قانون هنری حل شده، اگر در کارخونه نوشابه هنگام پر کردن بطری از فشار 2.4 اتمسفر استفاده کرده باشد، مقدار جرم بر حسب گرم گاز دی اکسید کربن حل شده در 1 لیتر آب گازدار را حساب کنید. داده های مسئله هم اینه که ثابت هنری KH برای CO2 رو داده 29.76 اتمسفر بر مول بر لیتر برای دمای 25 درجه سانتیگراد. یعنی فرض میکنیم که دمای 25 درجه سانتیگراده. خب اگه رابطه هنری رو بنویسید، پی مساوی کی در سی، غلظت رو به راحتی میتونید حساب کنید. این غلظت هم گفتیم غلظت گاز در محلول هستش. خب غلظت گاز در محلول رو میتونید حساب کنید، 0.8 مول بر لیتر به دست میاد. جرم مولکولی دی اکسید کربن 44. حالا اینجا با توجه به جرمای اتمی محاسبه شده، ولی معمولا در خود مسئله هم داده میشه این مسئله. بقیهش دیگه یه حساب کتاب ساده هست. برای 1 لیتر از ما خواسته که محاسبه کنید چند گرم دی اکسید کربن حل شده. خب در 1 لیتر طبق این چیزی که ما محاسبه کردیم 0.8 مول بر لیتر غلظت دی اکسید کربن، بنابراین 0.08 مول بر لیتر غلظت دی اکسید کربن، بنابراین 0.08 ضرب بر 44 که عدد 35 و تقریبا 0.5 گرم برای مقدار دی اکسید کربن حل شده در فاز آبی به دست میاد. خب در ادامه چون چند جا به یک مفهومی تحت عنوان کسر مولی ارجاع میدیم، این مفهوم کسر مولی رو اینجا یه خورده درباره صحبت کردم. کسر مولی در واقع یکی از انواع غلظته که در بحث‌های مهندسی و شیمی فیزیکی بعضی وقتا از اون استفاده میشه. تعریفش هم بسیار ساده است. اگه مخلوطی داشته باشیم از مثلا 3-4 ماده مختلف، هر کدوم به اندازه n مول از اونها در اون مخلوط حضور داشته باشن، کسر مولی میشه مول ماده مورد نظر. به عنوان مثال مول ماده آ، ببینید ایکس آ کسر مولی رو با نماد ایکس نشون میدن. ایکس آ یعنی کسر مولی آ برابر است با n آ تعداد مول های آ تقسیم بر n توتال یا n کل که میشه حاصل جمع تعداد مول های همه مواد موجود از جمله خود آ. و وقتی که برای تک تک اینها حساب کنیم، حاصل جمع کسر مولی تک تک اینها باید در نهایت بشه یه عددی مثل 1 عدد در واقع عدد واحد باید بشه. برای اینکه چک کنیم کسر مولی رو درست حساب کردیم، باید حاصل جمع همشون بشه 1. یک مثال عددی از این محاسبات کسر مولی هم در اینجا داده شده، ملاحظه کنید. خب میخوایم درباره فشار بخار محلول ها صحبت کنیم. وقتی یه محلولی داریم، مثل فرضاً محلولی که در اینجا میبینید، مخلوطی از بالاخره مولکول های حلال A و B در اینها حضور داره. حالا خیلی هم مهم نیست که A رو حلال بگیریم یا محلول بگیریم، یا B رو حلال بگیریم و محلول بگیریم. دو گونه مولکولی حضور دارن در کنار هم، بخشی از اینها منتقل میشه میاد به فاز بخار. خب فشار فاز بخار برای یک محلول عبارت است از این چیزی که در اینجا نوشته شده، پی کل برابر است با فشار آ، یعنی فشار اون سهمی از فشار رو که جزء آ داره تامین میکنه. حالا فرض کنیم مثلا جزء آ حلال هستش، به اضافه اون سهمی از فشار که جزء بی مثلا حل شونده داره تامین میکنه. بنابراین فشار کل میشه حاصل جمع فشار بخار تک تک اجزای تشکیل دهنده با هم. حالا اگه بخوایم خود فشار آ رو جداگانه محاسبه کنیم که ببینیم خود فشار بخار آ در واقع چطور محاسبه میشه، با توجه به اون تعریفی که از کسر مولی در اسلاید قبلی گفتم، کسر مولی رو خاطرتون بیاد چی بود؟ کسر مولی آ برابر است با n آ تقسیم بر، حالا اینجا دو جزئی بود، بنابراین میشه تقسیم بر n آ به اضافه n b. خود کسر مولی آ میشه x آ
کسر مولی آ ضرب در پی آی در واقع استاندارد. این پی آی صفر یا پی آی استاندارد یعنی اگر ما حلال خالص یا ماده خالص آ رو داشته باشیم در اون دمای مورد نظر فشار بخاری تامین خواهد کرد که اون میشه فشار بخار استانداردش. از اونجایی که کسر مولی یک عدد همیشه کوچکتر از یکه، بنابراین فشار بخار ماده آ در این مخلوط همیشه کمتر از فشار بخار استانداردش خواهد بود، چون فشار بخار استاندارد مال زمانی که ماده آ کاملا به حالت خالص حضور داره. خب این یک توضیح درباره روابط فشار و بخار در محلول. تعریفی داریم تحت عنوان محلول ایدئال. محلول ایدئال محلولی است که در آن نیروهای بین مولکولی، بین مولکول‌های آ و ب، یعنی فرض کن حلال هرچنده و خود مولکول‌های آ و آ، فرض کنید که مثلا حلال و حلال و ب و ب، یعنی هرچنده و هرچنده یکسان باشد، یعنی عملاً آنچنان برهم کنش بین مولکولی بینشون وجود نداشته باشه یا همه از یک جنس باشن. در چنین محلولی میل یک مولکول آ برای فرار به حالت بخار، خواه این مولکول در حالت آ خالص باشد و خواه در مخلوطی از مولکول‌های آ و ب، یکسان است. خب اگر همچین محلولی داشته باشیم که برهم کنش چندانی بین مولکول‌های آ و ب وجود نداشته باشه یا برهم کنش آ و ب مشابه باشه با برهم کنش آ و ب ب، به همچین محلولی میگیم محلول ایدئال. اگر بیایم نمودارهای فشار بخار، این منحنی‌های ستون‌های عمودی، محور عمودی، منحنی فشار بخار بر حسب کسر مولی رسم کنیم، برای یک محلولی که محلول ایدئال هست فشار بخار آ بر حسب کسر مولی آ و فشار بخار بی بر حسب کسر مولی بی رو اگر رسم کنیم، چنین نمودارهایی خواهیم داشت. دقت کنید این نمودار هر دو محورش در واقع استفاده شده، هر دو محور عمودیش استفاده شده. اینجا فشار بخار آ مد نظره، اینجا فشار بخار بی خالص مد نظره، و اینایی که قبلش اومده دقت کنید اینجا مثلا کسر مولی بی صفره، فشار بخارش هم صفره، تا میرسیم به کسر مولی یک برای بی، یعنی حلال، یعنی ماده خالص بی، که به فشار بخار استانداردش رسیدیم. و این نمودار هم به این شکله که اینجا کسر مولی آ صفره، فشار بخارش هم صفره، تا میرسیم به کسر مولی یک برای آ که اینجا هم فشار بخار استاندارد آ رو نشون داده. اگر این دوتا نمودار رو با هم جمع کنیم به این نمودار خواهیم رسید که همون فشار کل خواهد بود، فشار کل محلول، که میبینید حاصل جمع در واقع فشار بخار آ و فشار بخار بی هستش. خب اما این یک محلول ایدئاله، اما محلول های واقعی، محلول های حقیقی بعضی وقتا رفتار ایدئال نشون نمیدن. برهم کنشی که بین مولکول های حلال حل شونده هست ممکنه که کمتر یا بیشتر از حالت خالص باشه. اگر برهم کنش بین آ و ب، یعنی حلال حل شونده، نسبتا ضعیف باشه، ما یک انحراف مثبت از حالت ایدئال خواهیم داشت و شکل این نمودارها به این شکل میشه. این نمودار به نوعی نشان دهنده تمایل بیشتر به حضور این دو تا جزء در فاز بخار داره. و اگر strong AB interactions، اگر برهم کنش بین آ و ب قوی باشه، یعنی حلال و حل شونده تمایل داشته باشن همدیگر در فاز مایع جذب کنن، حضورشون در فاز بخار کمتر میشه و در نتیجه ما یک انحراف منفی از حالت ایدئال رو خواهیم داشت. خب
بسیار خوب، یک مسئله از این قوانین مربوط به محلول ایدال که گفتیم و در اینجا ذکر کردم، یک مخلوطی داریم از محلول دارم از هپتان و اوکتان. فشار بخار محلول داده شده که چقدر فشار بخار محلولی شامل 3 مول هپتان و 5 مول اوکتان در دمای 40 درجه چقدر است؟ فشار بخار هپتان در 40 درجه یعنی P0 استاندارد برای هپتان این مقداره و فشار بخار اوکتان یعنی P0 استاندارد برای اوکتان در همین دما این مقدار داده شده هستش. خب از ما خواسته چی رو حساب کنیم؟ از ما خواسته که بیایم فشار بخار محلول یعنی فشار توتال، فشار کلی رو حساب کنیم. در صفحات قبل ببینید فشار کل میشه حاصل جمع فشار آقابه، یعنی باید فشار تک تک اینا رو حساب کنیم با هم جمع کنیم. برای اینکه فشار تک تکشون حساب کنیم باید از این رابطه اول استفاده کنیم و فشار هر جزء رو جداگانه به دست بیاریم. فشار هر جزء هم میشه کسر مولی ضرب در فشار بخار استانداردش. خب بنابراین اول باید کسر مولی هر کدوم حساب کنیم. کسر مولیش هم خب به راحتی به دست میاد. تعریف کسر مولی این بود که تعداد مول های گونه مورد نظر تقسیم بر تعداد کل مول ها. و بعد از این رابطه استفاده میکنیم XA ضرب در P0 برای تک تکشون فشار بخارش به دست میاد. این الان میشه این جمله با هم میشه فشار بخار هپتان، این جمله با هم میشه فشار بخار اوکتان و حاصل جمعشون میشه فشار بخار محلول. بسیار خوب، مسائل مشابه رو هم ملاحظه کنید. میرسیم به بحث خواص تجمعی یا اصطلاحا خواص کولیگاتیو محلول ها. خواص تجمعی یا کولیگاتیو محلول ها به اون دسته از خصوصیاتی از محلول ها گفته میشه که تابعی از مقدار ماده حل شده هستن و خیلی ارتباطی به ماهیت شیمیایی ماده حل شده ندارن. چند خصوصیت هست که در واقع استلامشون خواص کولیگاتیو میگیم. یکیش همین فشار بخار هست که بررسی شد، پارامتر صعود نقطه جوش هستش برای محلول ها زمانی که یک ماده ناخالصی در یک حلالی حل میشه و اون رو تبدیل به محلول میکنه نقطه جوشش افزایش پیدا میکنه. بحث نزول نقطه انجماد محلول ها در دمای پایین تر از دمای انجماد حلال منجمد میشن و بحث فشار اسمازی هستش. این چهار تا ویژگی رو استنابش میان خواص کولیگاتیو یا تجمعی حلال ها. خب ابتدا این بحث صعود نقطه جوش و نزول نقطه انجماد رو بررسی میکنیم. همطور که گفتم حل شدن مواد در واقع حل شونده در داخل یک حلال باعث میشه که نقطه جوش و نقطه انجماد حلال تغییر کنه. مقدار تغییر یا اون دلتای تی یا دلتا در واقع بازه دمایی که تغییر میکنه تابع همچین رابطه ای هستش. در این رابطه ام غلظت مولالیته هستش و کای بی و کای اف هم دو ثابتی هستن که برای خب حلال های مختلف متفاوتن. اینجا یک مثالی ذکر شده که اومده در یک محلولی صعود نقطه جوش و نزول نقطه انجماد رو محاسبه کرده. دمای جوش و دمای انجماد محلول تهیه شده از حل کردن 2.4 گرم بیفنیل، حالا یک ماده شیمیایی، در 75 گرم بنزن چقدر است؟ وزن مولکولی بیفنیل 154 است. خب از اونجا که در این دوتا رابطه این پارامتر M که معرفی شده مولالیته هستش، در یک مرور برگردید در درس قبلی بحث غلظت ها تعریف مولالیته رو ملاحظه کنید. ابتدا باید غلظت مولال اینها محاسبه بشه و بعد از اینکه غلظت مولال خوب به دست اومد ما نیاز داریم که
این پارامتر کا، کای بی و کای اف رو برای بنزن داشته باشیم. این پارامتر حالا اینجا با جزء داده های مسئله داده میشد، در یک جدولی در کتاب آمده، در داخل مسئله هم حالا شما فرض کنید که به عنوان داده مسئله به شما داده شده. از اینجا به بعدش یک در واقع ضرب ساده هستش، شما یک پارامتری به دست میارید، یک مقدار عددی به دست میارید مثبت تقریبا نیم درجه. معنای این مثبت نیم درجه چیه؟ صفر ممیز 526 هزارم درجه سانتیگراد دلتای تی بی. معناش اینه که بنزن نقطه جوشش هر چقدر که باشه به اندازه مثبت 0.526 هزارم درجه سانتیگراد افزایش پیدا میکنه به خاطر حل شدن این مقدار از بیفنیل در اون. و خب اینجا ببینید مثلا گفتاره در بنزن در 80 ممیز 1 دهم درجه میجوشه و این تقریبا نیم درجه که بهش اضافه بشه میشه 80 ممیز 6 دهم درجه سانتیگراد. خب نزول نقطه انجماد رو هم باز به روش مشابهی میشه محاسبه کرد. باز ما یه پارامتر کای اف اینجا نیاز داریم که این هم از یک جدولی در واقع برداشته شده، به عنوان دادی استاندارد اینجا نوشته شده و در نهایت مقدار منهای 1.06 به دست میاد. معنیش اینه که نقطه انجماد بنزن هر چقدر که باشه به اندازه این منهای 1.06 کمتر خواهد بود برای محلولی که درش 2.4 گرم بیفنیل در 75 گرم بنزن حل شده. خب بسیار خب، یک مسئله دیگه هم باز در این خصوص در اینجا مطرح شده، مطالعه کنید. طبعا همه مسائل مشابه هستن، فقط یک نکته که باقی میمونه اینه که در مورد موادی که حالت جامد یونی هستن و زمانی که در آب حل میشن یونهای مختلف تولید میکنن، در انتهای این درس گفته خواهد شد که این دوتا رابطه یه حالت اصلاحی پیدا میکنن و یک ضریب آی به عنوان ضریب اصلاحی اینجا اضافه میشه که استانام بهش ضریب وانتوف گفته میشه و تعداد یونهای تولید شده هم باید در این محاسبات لحاظ بشه. ولی خب برای مواد مولکولی بیفنیل به عنوان مثال یک ماده مولکولیه، زمانی که در آب حل میشه خب هر یک مول بیفنیل یک مول بیفنیل محلول ایجاد میکنه، ولی دقت کنید که مثلا یک مول NaCl 2 مول یون ایجاد میکنه، یک مول سدیم مثبت و یک مول کلرید منفی ایجاد میکنه، بنابراین یه مقدار محاسبات اونها فرق خواهد کرد. خب فشار اسمازی، خب فشار اسمازی ناشی از نفوذ حلال در غشاهای نیمه تراوا هستش. زمانی که در طرفین غشاهای نیمه تراوا یک محلول و یک حلال خالص انباشته بشن، حلال خالص این تمایل رو داره که از غشاهای نیمه تراوا عبور کنه و به سمت محلول بره و اون محلول رو مدام رقیق تر بکنه. حالا اگه از سمت مقابلش، یعنی از سمت محلول نیروی وارد بشه به سطح محلول که غلبه کنه برای این تمایل حلال به نفوذ از این غشای نیمه تراوا و این فشار وارد شده از اون فشار اولی هم بیشتر باشه، یک مسیر عکس اتفاق خواهد افتاد، یعنی مولکول های حلال از سمت محلول شروع میکنن وارد شدن به سمت حلال خالص و حجم حلال خالص مدام افزایش پیدا خواهد کرد که این رو اصطلاحاً بهش میگن RO یا ریورس اسموزیس یا اسموز معکوس که مبنای شیرین سازی آب دریا در بعضی از روشش در بعضی از تکنیک های آب شیرین کنی هستش. خب رابطه که میاد فشار اسمازی رو به غلظت مولار ربط میده در اینجا نوشته شده P مساوی MRT. نکته که در نظر داشته باشی P فشار اسمازی است، M غلظت مولار، R ثابت عمومی گاز ها است، منتها
ثابت با این شکل، گفتم قبلا هم گفتم که ثابت عمومی گازا به چند فرم نوشته میشه، واحدش مهمه که چی باشه، و تی هم که دمای مطلقه. اسموز نقش مهمی در فرآیندهای فیزیولوژیکی در گیاهان و جانوران دارد. عبور مواد از دیوارهای نیمه تراوای سلول زنده، کار کلیه ها و صعود شیره گیاهی در درختان نمونه های از فرآیند اسموز در طبیعت هستند. خب چند تا مثال از محاسبه فشار اسموزی در اینجا مطرح شده. فشار اسموزی خون در دمای معمولی بدن 37 درجه سانتیگراد را پیدا کنید، در صورتی که محلولی در غلظت خون رو در نظر گرفته که تقریبا 296 هزارم مولار هستش. خب مسئله ساده هستش، فشار اسموزی پی مساوی MRT، غلظت تقریبی خون رو به ما داده چقدره. تنها نکته که هست اینه که R رو با واحد مناسب قرار بدیم و این T رو هم باید تبدیل به دمای مطلق بکنیم که به اضافه 273 میکنیم که دمای کلوین بشه. خب فشاری که برای خون به دست میاد تقریبا 7.53 صدام اتمسفر هست. بسیار خوب، مسئله بعدی رو هم خودتون ملاحظه کنید. همطور گفتم در خصوص اون روابط مربوط به نزول نقطه انجماد و صعود نقطه جوش، این دوتا رابطه، اگر ما محلول الکترولیت داشته باشیم یک سری ذرائبی باید در روابط لحاظ بشه تا این روابط رو اصلاح بکنه. در فشار اسموزی هم میبینید که این پارامتر آی باید لحاظ بشه. به این ذرائب، ذرائب وانتهوف گفته میشه، تقریبا معادل هست با تعداد یونهایی که هر ماده تولید میکنه. مثلا فرض کن NaCl 2 مول تولید میکنه، این ذرائب وانتهوف هم در هرچند غلظت‌های مختلف میبینید متفاوت، ولی تقریبا معادل 2 هستش اگه این اعداد گرد کنه. یا فرضاً پتاسیم سولفات وقتی که حل میشه 3 تا یون تولید میکنه و این ذرائب وانتهوفش هم تقریبا هول هوش عدد 3 هستش. خب این هم نکته اصلاحی برای محاسبات مربوطه. در فصل بعدی وارد توضیحات مربوط به خصوصیات گازها میشیم. روز شما بخیر و خسته نباشید.